انقلاب اسلامی آقای دکتر مطهری برای این نبود که شاه تقویم رو از هجری قمری یا هجری شمسی کرده بود به شاهنشاهی، برای این نبود که ما میگیم رژیم شاه فحشا و فساد رو میخواست اشاعه بده. نه جناب آقای مطهری، این روی کرد نسبت به اینکه انقلاب اسلامی برای این چیزا بوده باعث شده که فوج نسل بعد از نسل ما در حقیقت مخاطبین جوانمون رو از دست بدیم در رابطه با انقلاب اسلامی. نه، انقلاب اسلامی من خدمت شما عرض میکنم برای چی بود؟ چون من محصول انقلاب اسلامی هستم. انقلاب اسلامی برای این بودش که دیکتاتوری توی مملکت نباشه، ظلم نباشه، فساد نباشه، انتخابات آزاد باشه، زندانی سیاسی نباشه، شکنجه نباشه، مطبوعات آزاد باشن، احزاب و تشکل‌های سیاسی آزاد باشن. انقلاب اسلامی برای اینها بود. منتها شما قطعاً شما خواهید گفت که صبر کن آقای زیبا کلام، پس تفاوت این انقلاب با انقلاب دیگری که اسلامی نبوده، فرض کنیم انقلاب کبیر فرانسه یا انقلابات دیگر، چون اون انقلاب هم انقلاب ها علل اغلب علیه نظام های خودکامه استبداد و دیکتاتوری بودن. خب شما میتونید بگید که پس با اسلامیتش چه میکنید؟ خیلی روشن جناب آقای دکتر مطهری، خیلی روشن جناب آقای دکتر مطهری، اسلام به دلیل تغییر و تحولاتی که در معرفت دینی به وجود آمده بود طی یکی دو سه دهه قبل از انقلاب، معتقدم از دهه 20 شروع شده بود، اسلام این قابلیت رو پیدا کرد در دورانی که داشت انقلاب میشد که در حقیقت بگه همه اون امیال و آرزوهایی که شما مردم میخواهید، آزادی میخواهید، میخواهید اوین نباشه، میخواهید استبداد نباشه، میخواهید دیکتاتوری نباشه، میخواهید هر کی که میخواهید آزادانه خودتون انتخاب بکنید، اینا هیچ کدوم منافاتی با اسلام نداره. جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در سال 57 تبلور این بود که این خواستهای سیاسی، اجتماعی، عدالت اقتصادی، نبود آمریکا در ایران، تمام اینا میتونه در قالب اسلام عرضه بشه. من میتونم هزاران دلیل بیارم، ولی بزرگترین و بالاترین دلیلی که میارم مصاحبه های مرحوم امام خمینی هستش. شما اگر آمار بگیرید ببینید بیشترین سوالی که از مرحوم امام شد در اون سه ماه این بودش که ویژگی های این حکومتی که میخواد بیاد جانشین حکومت شاه بشه چی هستش؟ کمونیست‌ها توش آزادن، زنان و مردان باهاش برابرن، انتخابات توش آزاده، احزاب و تشکل‌های سیاسی توش آزاد هستن، مطبوعات توش آزاد هستن. خب ببینید امام چه جواب داد؟ دیگه امام که برای همه ما قابل قبول هستش دیگه. ببینید امام وقتی از امام پرسیده میشدش که حکومت اسلامی، نظام اسلامی که شما میخواید بعد از فروپاشی نظام سلطنت در ایران ایجاد بکنید چه جور نظامی هستش؟ و من معتقدم که اتفاقا مردم به این دلیل قیام کردن، مردم به این دلیل انقلاب کردن که به دنبال این خواسته ها بودن. متاسفانه ظرف سه دهه گذشته های دکتر مطهری ما اون خواسته های اصلی رو که مردم به خاطرش انقلاب کردن هی کمرنگتر شده و ما اومدیم نگاه خودمون رو، ایدئولوژی خودمون رو، رویکرد خودمون رو حسب این که حالا ما در دهه 60 هستیم، دهه 70 هستیم، دهه 80 هستیم، مسائل سیاسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی که پیرامونون هستش چه هستش، ماهی خواستیم فلواقع اینا رو عرضه بکنیم. آقای زیبا کلام، انقلاب برای اینها بوده. پرسشی پیش می آید، آیا آزادی فقط محور انقلاب بود؟ یعنی اون پرسشی که من دارم میخوام در اینجا بیشتر مشخص بشه. آن گونه که برداشت میشه از صحبت از تالین اینه که آزادی فقط محور بود. آیا چیزهای دیگه در گفتم آزادی فقط؟ نه، اینطور برداشت میگم. شما برداشتتون اشتباه هست. خب شما از خودم بپرسید، من به شما جواب میدم. نه ببینید عرض کردم یک مجموعه از خواسته ها بود. چرا؟ عدالت هم بود. به هر حال رژیم شاه به هیچ وجه به عنوان رژیمی که تونسته عدالت رو در ایران پیاده بکنه به هیچ وجه شناخته نمیشد. فاصله طبقاتی بود. اونجور که اعیان و اشراف در اون مقطع زندگی میکردن به تبع میلیون ها ایرانی بودن که
نمیتونستن اونها رو داشته باشن. این هم بود، مسئله وابستگی رژیم شاه به آمریکا بود، مسئله نفوذ اسرائیل در ایران بود، همه اینها بود. من نمیخوام بگم که نه، یه روز صبح مردم بلند شدن گفتن که نه ما آزادی میخوام. منتها عرض بنده این هستش که محل مناقشه اصلی، محل نزاع اصلی بین کسانی که مبارزه میکردن، مرجع ثقل اهمیت آزادی بود، مسائل سیاسی بود، مسائل سیاسی بود. و من به شدت مخالف این هستم که بگم اساساً اقتصاد بود. حالا آقای دکتر مطهری یه جوری اقتصاد رو گفتن، نه نبوده. من اصلا میخوام یه مرحله برم جلوتر. من میخوام رسماً به عنوان کسی که اصلا کارش بررسی انقلاب اسلامی ایران هستش بگم که در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت، در نتیجه اینکه درآمدهای نفتی ما 4 برابر شده بود، من اصلا میخوام بگم که وضع اقتصادی مردم به نسبت در سالهای 55 56 57 به نسبت سالهای قبلش اصلا بهتر شده بود. ببینید آقای دکتر مطهری، این خیلی حرفه. من دارم میگم وضع نسبی جامعه ایران به لحاظ اقتصادی اصلش بهتر شده بود در سال 56 57. از جهت اهداف، از جهت اینکه مردم برای چی قیام کردن، معتقدم خیلی بین انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه تفاوتی نیست و در حقیقت انقلاب اسلامی رو یه جورایی ادامه راه انقلاب مشروطه میدونم و معتقدم اگر انقلاب مشروطه توانسته بود موفق بشه، که نشد، انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد. برای اینکه اگر انقلاب مشروطه موفق شده بود، در ایران یه نظام لیبرال دموکراسی، در ایران یه نظام حالا به یک شکل یک نظامی که آزاد هستش، مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل خیلی از کشورهای دیگر درش به وجود می آمد و اون استبداد و اون دیکتاتوری و اون خودکامگی که پهلوی ها داشتن به تبع به وجود نمی آمد، دلیلی هم برای انقلاب به وجود نمی آمد. اما پس بنابراین از جهت اهداف من معتقدم که هر دو انقلاب خواهان این بودن که قدرت مطلق که در دست پادشاه بود از بین بره و قدرت پادشاه قدرت نسبی بشه، محدودیت قدرت حکومت که تا اون موقع حالا ناصرالدین شاه، محمد علی شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه قدرت مطلق رو داشتن، این قدرت تبدیل بشه به قدرتی که در چارچوب قانون اساسی است. یعنی آیا محمد رضا پهلوی حق داره رئیس دانشگاه تهران عزل و نصب بکنه؟ آیا رضا شاه حق داره این کارو بکنه یا نه؟ آیا ناصرالدین شاه حق داره این کارو بکنه یا نه؟ ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، رضا شاه، محمد رضا پهلوی، هدف انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بودش که شخص اول مملکت فقط مجاز هستش اموری رو انجام بده که قانون اساسی بهش اجازه داده. شاه میتونه نخست وزیر رو مرخص بکنه. ببینید قانون اساسی چی میگه. شاه میتونه نخست وزیر رو نصب بکنه، نخست وزیر جدید رو بدون توافق مجلس. شاه میتونه قرارداد رو با یک کشور خارجی ببنده. همه اینها در قانون اساسی روشن شده که حدود اختیارات سلطنت، حدود اختیارات پادشاه به عنوان شخص اول مملکت چقدر هستش. و از این بابت من فکر می‌کنم بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تفاوتی نبود. اما برمیگردیم به این به اون سوال اساسی محوری که خب پس چرا اون رو ما نمیگیم اسلامی مشروطه رو، با اینکه روحانیت هم رهبرانش بودن. یعنی این دیگه حتی یه آدمی مثل کسروی هم که خیلی اصلا با روحانیت مخالف هستش، حتی ایشون هم اذعان داره که رهبران انقلاب مشروطه در حقیقت سیدین بودن، اسد عبدالله بهبهانی، واسط محمد طباطبایی و سید جمال واعظ و ملک المطیع و دیگر روحانیان. در انقلاب اسلامی هم همینطور روحانیت بودش که عملا جلودار شد. این واقعیت سال 56-57 که این موتور انقلاب به راه افتاد، بهمن انقلاب به راه افتاد، واقعا دست روحانیت بود. چه در کوچکترین روستای ایران، اون پیشنماز اون ده بود که مردم رو سازماندهی میکرد، از تو مسجد راه به ما یا تظاهرات به راه میافتاد، چه در بزرگترین شهرهای ایران، تهران، اصفهان، شیراز، غیره. منتها آقای دکتر مطهری، یک تفاوت عمده‌ای بین نقش مذهب در سال 57 و در مقایسه با سال 1285 که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد
یک تفاوت عمده‌ای در نقش مذهب یا نگاه مردم، به خصوص نگاه نخبگان سیاسی و روشنفکران و تحصیل کرده ها نسبت به مذهب به وجود آمده بود. در انقلاب مشروطه الگو بیشتر یه نظام لیبرال دموکراسی بودش که از غرب باید بگیریم، یه نظام سکولار بود کما بیش که منافاتی هم با اسلام نداره، که خب مرحوم عاشق فضل الله نوری گفت نه ما اینو نمیخوایم، این چون از غرب گرفته شده، حالا دیگه وارد اون بحث نشیم. اما در جریان انقلاب اسلامی، اسلامی که مردم بهش اعتقاد داشتن، روشنفکران، تحصیل کرده ها، دانشگاهی ها، دانشجوان بهش اعتقاد داشتن، اسلامی بودش که از خودش یک مدل دموکراتیک حکومتی داشت که میتونست بیاد جایگزین رژیم شاه بشه. از خودش نظام اقتصادی داشت، از خودش نظام تجاری داشت، از خودش نظام حزبی داشت، از خودش نظام بین المللی داشت. این باوری بود که ما سال 57 داشتیم. اینکه این باور چقدر درست بود خودش قابل بحثه. اینکه این باور چقدر پیاده بود، 100% بود. این باور بود. آره. یعنی ما معتقد بودیم که اگر حکومت اسلامی بیاد، نظامی میاد که از خودش اقتصاد داره، از خودش تجارت داره، از خودش روابط بین الملل داره، از خودش در مورد زنان مسائل حل کرده، در خصوص اقلیت‌ها مسائل حل کرده و اگر اسلام بیاد در ایران حاکم بشه، تصوری که ما سال 57 داشتیم که اگر اسلام بیاد در ایران حاکم بشه، اصلا ما دیگه مشکلی نداریم. بهشت میشه، کویت میشه.